قد عیسی مسیح نجات می دهد. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو نام او را عیسی خواهی خواند، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. تی ساعت 1:21. زیرا خدا جهان را چنان محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی داشته باشد. یوحنا ساعت 3:16. عیسی به او گفت: من راه و حقیقت و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. یوحنا ساعت 14:06. هیچ دیگری نیز رستگاری نیست، زیرا در زیر آسمان هیچ نام دیگری به مردم داده نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. ایمان ساعت 4:12. زیرا من قبل از هر چیز آنچه را که من نیز دریافت کردم به شما تسلیم کردم که چگونه مسیح برای گناهان ما بر اساس کتاب مقدس مرد و اینکه او را دفن کردن و بر اساس کتاب مقدس روز سوم برخاست. اول قرنتیان 15:3-4. ما در او با خون او رستگاری داریم و آمرزش گناهان را بر حسب قنای فیض او داریم. سیان ساعت 1:07. هر حقیقت وجود دارد که ما باید به طور کامل آنها را درک کنیم. یک، خدا شما را بسیار دوست دارد. از شما می خواهد که با او در بهشت زندگی ابدی داشته باشید. زیرا خدا جهان را چنان محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی داشته باشد. یوحنا ساعت 3:16. او از شما می خواهد که با او زندگی پرمعنا و پرمعنا داشته باشید. دوست نمی آید مگر برای دوستی و کشتن و هلاک کردن. من آمدم تا حیات داشته باشند و آن را زیادتر داشته باشند. یوحنا ساعت 10:10. وجود این، بسیاری از مردم زندگی معناداری رو تجربه نمی کنند و مطمئن نیستند که زندگی ابدی دارند، زیرا او انسان ذاتاً گناهکار است. همین دلیل است که او از خدا جدا شده است. همه گناه کردند، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه آمدند. رومیان ساعت 3:23. زیرا عشق به پول ریشه همه بدی هاست. اول تیموتائوس ساعت 6:10. مجازات گناه مرگ است، زیرا مزد گناه مرگ است. رومیان ساعت 6:23. کتاب مقدس دو نوع مرگ را مشخص میکند. مرگ فیزیکی، همانطور که برای مردم مقرر شده است که یک بار بمیرند اما پس از آن داوری شود. عبرانیان ساعت 9:27. مرگ معنوی یا جدایی ابدی از خدا در جهنم. اما حراسان و کافران و زشتکاران و قاتلان و فاحشه ها و ساحران و مشرکان و همه دروغگویان سهمشان در دریاچه ای است که با آتش و گوگرد می سوزد، که این مرگ دوم است. کاشفه ساعت 21:08. اگر انسان به خاطر گناهش از خدا جدا شد، راه حل این مشکل چیست؟ ما اغلب فکر میکنیم که راه حل ها عبارتند از دین، کارهای خوب و آداب نیک. اما تنها یک راه حل از جانب خدا وجود دارد. ده عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت است. این اعلامیه خداست. عیسی به او گفت:
من راه و حقیقت و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. یوحنا ساعت 14:06. مجازات کامل گناهان ما را پرداخت. زیرا مسیح نیز یک بار برای گناهان رنج کشیده است، عادل برای ظالمان تا ما را به خدا برساند، در حالی که در جسم کشته شده ایم اما توسط روح زنده شده است. اول پطرس ساعت 3:18. ما در او با خون او رستگاری داریم و آمرزش گناهان را بر حسب غنای فیض او داریم. سیان ساعت 1:07. او وعده زندگی ابدی را دارد. هر که به پسر ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هر که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید. اما غضب خدا بر او میماند. یوحنا ساعت 3:36. زیرا مزد گناه مرگ است. اما عطای خدا حیات جاودانی به وسیله خداوند ما عیسی مسیح است. رومیان ساعت 6:23. هر ما برای نجات باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم. نجات ما مدیون فیض خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح است. زیرا به فیض از طریق ایمان نجات یافته اید. و این از شما نیست، این هدیه خداست، نه از اعمال مبادا کسی فخر کند. سیان 2:08-09. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. رومیان ساعت 10:13. با ایمان دعا کنید. خداوند عیسی، از اینکه مرا دوست داری بسیار متشکرم. اعتراف میکنم که گناهکار هستم و از شما طلب بخشش میکنم. از مرگ شما بر روی صلیب، دفن و رستاخیز برای پرداخت تمام گناهان من سپاسگزارم. من به شما به عنوان پروردگار و نجات دهنده خود اعتماد دارم. من هدیه شما از زندگی ابدی را میپذیرم و زندگی خود را به شما میسپارم. من کمک کن تا از همه دستورات تو اطاعت کنم و در نظر تو خشنود باشم. آمین. به عیسی مسیح اعتماد کرده اید، موارد زیر برای شما اتفاق افتاده است. کنون شما با خدا زندگی ابدی دارید. اراده فرستنده من این است که هر که پسر را ببیند و به او ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من او را در روز آخر زنده خواهم کرد. یوحنا ساعت 6:40. تمام گناهان شما ادا شده و بخشیده شده است. گذشته، حال، آینده. اما این مرد پس از آنکه برای همیشه یک قربانی برای گناهان تقدیم کرد، بر دست راست خدا نشست. برانیان ساعت 10:12. ما یک مخلوق جدید در نزد خدا هستید. این شروع زندگی جدید شماست. بنابراین اگر کسی در مسیح باشد، مخلوق جدیدی است. چیزهای قدیمی از بین رفته است. این که همه چیز جدید شده است. وم قرنتیان ساعت 5:17. فرزند خدا شدی. اما هر که او را پذیرفت به آنها قدرت داد تا پسران خدا شوند، حتی به کسانی که به نام او ایمان دارند، یوحنا ساعت 1:12. کارهای خوب راهی برای نجات ما نیستند، بلکه دلیل یا ثمره‌ای برای نجات ما هستند. زیرا ما کار او هستیم که در مسیح عیسی برای اعمال نیکو آفریده شدیم که خدا قبلا مقرر کرده است تا در آنها سیر کنیم. سیان ساعت 20:10. خدا تو را حفظ کند.